یه سوالی مطرح شد که من گفتم اینو موقع سوال جواب مطرح کنم که عمومی باشه. این که قرآن مجید میفهمد که بعضی ها میفهمد که کافرین را اولیا نگیرید دون مؤمنین، بعضی ها میفهمد که یهود و نصارا را اولیا نگیرید دون مؤمنین، این منظور چیه؟ اون بحثی که دیروز راجع به ولایت کردیم اون جوابشه. منظور اینه که دوست نگیرید، دوست اشکال نداره. لا یمکم الله من الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوهم، دوستی که اشکال نداره. اما ولایت چی بود؟ ولایت این بود که تعلق داشتن به یک حزب، به یک کمپ که دارای سلسله مراتب خودشه، دارای رهبری خودشه، دارای اهداف خودشه. که گفتیم سه گروه مردم داریم ولی دو گروه ولایت دار داریم، ولایت حق و ولایت باطل، وسطش هم مزبزبیم. اگر شما بیایید ولایت مؤمنین را رها کنید، ولایت کفار را بگیرید، مسیر حق را رها کنید، مسیر باطل را اشکال داره. ولایت مؤمنین رها کنید برید با یهودی و مسیحی‌هایی که با مؤمنین نیستند، اشکال داره. اما اگر یک یهودی مسیحی هست که داره برای حق تلاش میکنه، برای عدالت داره تلاش میکنه، شما با اون کار بکنی، همکاری کنی، این چه ربطی به تتخیز یهود و نصارا اولیا مدونه مؤمنین داره؟ اشتباهی است که خیلی هم میکنن. من معتقدم که انشاءالله امام زمان تشریف بیارم، خیلی از غیر مسلمان به حضرت کمک میکنن. انسانهایی که برای عدالت دارن تلاش میکنن، همین الان هم دارن برای حضرت کار میکنن، خودشون نمیدونن. همین الان هر کسی برای عدالت و معنویت و صلح و برادری کار میکنه، داره برای امام زمان کار میکنه. پس یه موقع من دون المؤمنین، یعنی شما مؤمنین رو رها میکنید میره تو کمپ اونها، این اشکال داره. یه موقع انقدر شما زرنگید که اونها رو میارید تو کمپ مؤمنین، یا لااقل نزدیکشون میکنید به کمپ مؤمنین، خیلی خوبه. این یه اشکال است که ما متاسفانه این کارا رو انجام نمیدیم به خاطر اشتباه فهمیدن این آیات. وقت نتیجهش این میشه که منزوی میشیم. تا یه کسی میخواد یه قدمی برداره یه خود ارتباطات رو بهتر کنه، متهمش میکنه. آقا تو ایمانت ضعیفه، تو نمیدونم لیبرال هستی، تو خودفروخته هستی، تو ضعیف هستی. و سوال یعنی شما روحیه تهاجمی و انتقادی به یک فرهنگ نگیرید، چون همین اونا رو آلرت میکنه و بعد مقابله میکنه با شما. شما اگه میخواید وارد بشید از راه دوست، خوبیاشون رو بگید، تعریف کنید از خوبیاشون. بالاخره اینا خوبیایی دارن، بگید آقا ما میدونیم این ارزش رو داره، این خوبی ها رو داره، فلان داره، فلان داره، ما هم یه چیزهایی اینجوری داریم، مشترکاتی داریم. از تعالی و الی کلمت سواء بینا بینا خب شروع کنیم. ببین الان من نمیم شما ها تجربه داشتن، خیلی از حتی طلبه هایی که تحصیل کردن مثلا، خب
تو جلسه گفتگوی ما مسیحیت که میشینن فوری بحث تثلیث رو مطرح میکنن، یعنی انگار تو عالم دیگه هیچ مسئله دیگری وجود نداره الا تثلیث. اون که تموم شد بعد میگن عیسی صلیب کشیده نشده. یعنی دو تا ستون مسیحیت رو هم اول میزنن به خیال خودشون، در واقع دو تا پل ارتباط با استعمازیت میزنید. چه عقلیه، چه منطقیه. خود خدا که دیگه نمیشه از خدا که ما دیگه موحد تر باشیم. خود خدا میگه آقا اهل کتاب، تعالا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. یعنی خود خدا میگه این مسیحی هم موحده، یعنی همون مسیحی که تثلیثه، خدا میگه این کلمه سواست بین ما شما. یعنی خدا میگه اینا موحدن، اینا میگن نه موحد نیستن. بابا خودش میگه من موحدم، همه میگن مسیحیت جزء ادیان ابراهیمیه، یعنی نه شما سه تا خدا هستید. چه منطقی؟ بابا این میگه من خدایی که شما بعد چه اصلاحی داری که یک کارش کنی که بگه آره من قبول ندارم یکی. میخوام چی بگم؟ شما نباید روی اختلافات تکیه کنید، روی مشترکات تکیه کنید، پل بسازید، از اون پل ارتباطات رو نهادی نکنید. اگر یه موقعی لازم شد بعد از اینکه دوستی و اعتماد حاصل شد، بعد از اون میتونید بحث های اختلافی رو مطرح کنید، اما با بحث اختلافی میشه کار شروع کرد. بعد حالا ببینید یه موقع بحث سیاسی وارد قضیه میشه، اون یه بحث دیگه. اونا عرض کردیم جلسه قبل الا ما خرج به دلیله. یه موقعی هست مثلا یک چیزی جنبه دینی نداره، جنبه سیاسی داره، جنبه مزدوری داره، اون یه بحث دیگه است. حالا مصادیق داشت من نمیخوام وارد بشم، ما داریم کلیت قضیه رو میگیم. ممکنه یه جایی حتی یه گروه شیعه هم باشن، آدم های عوضی باشن، به یه گروه مسلمان باشن، اونا ماخرجه به دلیله. ولی کلی ما داشتیم کیا رو گفتیم؟ انسان های خدا باوری که خدا و قیامت و عمل صالح و اینا رو دارن. اینا رو باید شما سعی کنید که با تأکید بر مشترکات و توحید وارد بشید. بفهم مثل که ما زیادی صحبت کردیم بیش گذشت. بعد فرض مثالاش دیگه خیلی زیاده، یه نمونه براتون بگم. بله بله، ما حالا چند تا مثال بزنم. ها یه جلسه بود چند سال پیش در دانشگاه CMU در وینبرگ، افراد رو دعوت کرده بودن، یه بنکوئتی گذاشته بودن، هر کیم پول داده بود که آمده بود. من راجع به رحمت صحبت کردم، نیومدم بگم آقا ما رحمت داریم شما ندارید. اومدیم اون چیزی که واقعیت مطلب بود و مطرح کردیم. مثلا یکی از مظاهر رحمت مغفرت، بعد ما این گفتیم مغفرت چند مرتبه داره، یکی این که فقط گناه بخشیده بشه، یکی که گناه تکفیر سیاه پوشیده بشه، گناه محو بشه، گناه تبدیل به حسنات بشه. بعدش یه جلسه داشتیم میخواستیم تفاهمنامه امضا کنیم با مسئول آکادمیک دانشگاه، گفت من تا به حال برخورد نکرده بودم تبدیل و سیئات به حسنات، گفت من ندیدم، باید برم دوباره بایبل رو بخونم ببینم یه چنین چیزی ما داریم یا نداریم. خب ببینید این جالبه که من بدونه که به اون حمله کنم بیام بگم، بعد احساس کنم من یه چیزی هم اضافه دارم، میگه من برم دنبال کنم. لازم نیست بگم نه نه رو بگم، چیزی پیدا نمی‌کنی، ما داریم شما ندارید، چه کاری آخه. مهمش اینه که اینو قبول کنه الان،
ای کاش فکر کنه که دارن. ما که نمیخوایم ثابت کنیم ما بهتر از شما ایم، مهم اینه که به این مطلب برسن، اصلا ما هم فراموش کنن. یه بار توی همین قوم با استادهای فلسفه ای که از آمریکا اومده بودن، خود انجمن فلاسفه مسیحی آمریکا بودن، جلسه علمی داشتیم در دانشگاه قوم. من راجع به در واقع اون تصویری که خداوند در قرآن ارائه میده از خودش صحبت کردم. یکی از صفات خدا که مطرح کردم اینه که خداوند شکور است، شاکر و شکور. توی برایت یکی از مسیحی‌ها گفت من تا به این برخورد نکردم که خداوند هم شکر میکنه. گفت یه جلسه ای اصلا باید راجبه این داشته باشیم. یه مثال دیگه بزنم، تقریبا نوامبر یا دقیقا نوامبر 2015 گفتگوی شیعه با شورای جهانی کلیساها بود. ایران 20 سال با اینا گفتگو داشت و الان دیگه 21 سال نیم، 2 سال میشه. توی اون جلسه منو دعوت کرده بودن دوستانی که از ایران میرفتن، من از لندن رفتم. خب هیئت افشتر رفت بودم. من اومدم سه ویژگی که تشیع داره که جلوگیری میکنه از افراط و تفریط و اینها مطرح کردم، اون که تو کتاب تشیع هست، عقلانیت و معنویت و عدالت طلبی. مطمئن نگفتم که این مال ماست و شما ها ندارید، گفتم این چیزیست که من فکر میکنم همه دارن، تو تشیع هست، فکر کنم هر دین خوبی باید اینو داشته باشه. انقدر از این استقبال شد که این آقای سرکیسیان هم که رئیس اعراب ایرانه تو اون جلسه بود و مسیحی بود از اون باید دعوتش کرد. بعدش به من گفت که ما اینو قبول داریم. توی بیانیه نهاییش که الان روی سایت شورای جهانی کلیسا هست، این سه چیزی که من به عنوان تشیع گفتم تو بیانیه نوشتم که همه ادیان باید این ستا رو داشته باشن، عقلانیت و معنویت و عدالت. خب این تبلیغ دیگه، حالا لازم نیست که اونا بگن که بله ما اشتباه میکردیم، شما راست میگید، ما اعتراف میکنیم که ما اشتباه بودیم. اینا اصلا مهم نیست. اصلا شما یه کاری کنید که اونها توی یافته های خودشون همین حرفا رو پیدا کنن. این باید به این سبک باشه که یعنی مشترکات رو بگیم بدونه که به اینا حمله کنیم، منتها یه جوری بگیم که احساس کنه آها اینا یه چیزای اضافه دارن. از کجا گرفتید اینا؟ لطبع اونا و خود خاصت میشه لو علم الناس محاسن کلام اونا لطبع اونا. خب وقت نمازم شد، انشالله که خداوند متعال توفیقات شما رو بیشتر کنه. این دیگه آخرین جلسه بود که ما با هم داشتیم و بله؟ مگه نه چیز نمیان اون آقای حالا اگر شد که توفیق شد یه جلسه برای زورا من در خدمتون هستم ان شاء الله. اگر نشد و همدیگر رو ندیدیم ان شاء الله.